به مضمونی بسیاری از وکلا بعد از درگیری در ولیس جرگه افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. پس از برخورد فیزیکی روز چهارشنبه هفته گذشته میان اعضای ولیس جرگه دروز می شود. بسیاری از اعضای این جرگه بی‌مضمونند و بالای هیچ اجندای بحث گروهی نمی کنند. حبیب رحمان پدرام از نمایندگان هرات در ولیس جرگه به رسانه ها گفت روز شنبه و یک شنبه بسیاری از نمایندگان مصروف قصه های شخصی بودند. او افزود فضای امروز و دیروز نسبت به هفته قبل که متشنج و آشفته بود آرام تر است و متاسفانه هیچ اجندای واحد تنظیم نشده و وکلا به گونه پراگنده با هم قصه می کنند. ادامه این وضعیت برای نمایندگان مستقل قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر نوریه حمیدی از نمایندگان بغلان در ولیس جرگه می گوید نمایندگان مردم باید از خاموشی دست کشیده و روی اجندای اصلی که علی اختلاف بر سر تعیین رئیس ولیس جرگه است بحث کنند. این اظهارات در حال مطرح می شوند که روز گذشته مریم سما یک عضو این جرگه به رادیو آزادی گفت 102 تن از اعضای این جرگه خواستار برگزاری انتخابات دور بعدی میان نامزدان جدید شدند. اختلاف ها در ولیس جرگه چهارشنبه هفته گذشته به درگیری های فیزیکی میان نمایندگان انجامید که در این رویداد میز و چوکی رئیس از سوی برخی نمایندگان شکستانده شد. در همین حال اظهاراتی وجود دارند که یک هیئت با ترکیب نمایندگان بی‌طرف و هواداران کمال ناصر رسولی و میر رحمان رحمانی تشکیل شده تا اختلاف نظر درباره یک رای مورد منازعه را به پایان برساند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوی دیگر. الله یار و مددگارتان.